سیلی زدن پلیس ایران به مهاجر زن افغانستانی در تهران. دکتران ربوده شده در پروان از چنگ آدم ربایان نجات داده شدند. اشرف غنی با حضور در وزارت صحت گفته است که بدون امضای من تمام مقرری ها به اعتبار است. با یاد خدا به یک سیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید. اشرف غنی با حضور در وزارت صحت بدون امضای من تمام مقرری ها به اعتبار است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور شام روز پنجشنبه 11 جدی پس از برکناری احمد جواد عثمانی از وزارت صحت عامه به این وزارت رفت و نشست را با معینان و مسئولان این وزارت ریاست کرد. طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که همه تغییرات و تعیینات در این وزارت بر اساس قانون صورت میگیرد و بدون امضای من فهرست تمام مقرری ها به اعتبار است. اشرف غنی در این نشست گفت اخیرا وضعیت پیش آمده در وزارت صحت عامه واقعا غمناک و توهین به هم است. باید به قانون احترام شود و همه مسائل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد. حق به حق دار برسد و کسی که از قانون سرپیچی کردن مجازات شود. او تاکید کرد که در این وزارت شخص سیاسی نمی آید. سرپرست این می شود و یک مسئول مسلکی مدیریت را بر عهده می گیرد. رئیس جمهور غنی افزود که فضای کاری در وزارت صحت عامه باید فضای همکاری، همدلی و همبستگی باشد و اراده محکم برای اصلاح وجود داشته باشد. رئیس جمهور گفته است که رفتارهای سلیقه‌ای صورت گرفتن نمی تواند. معیارها واضح می شود و در روند قراردادی های 6 ماهه گذشته تجدید نظر صورت می گیرد. به گفته غنی، سیستم واضح مدیریت الکترونیکی منابع ایجاد می شود و پولیو و سایر برنامه های واکسین به داخل وزارت می آید و کارهای موازی متوقف می شود. محمد اشرف غنی در ادامه افزود که پس از این پروژه های بی هدف از میان برداشته می شود. بیشتر احمد جواد عثمانی نامه ای را عمومی کرده بود که در آن حرف از استعفا و برکناری او رفته است. این نامه روز پنجشنبه 11 جدی از سوی ریاست امور اداری ریاست جمهوری به دفتر کار عثمانی در این وزارت فرستاده شده است. سیلی زدن پلیس ایران به مهاجر زن افغانستانی در تهران. سفارت افغانستان در تهران میگوید سیلی زدن پلیس ایران به شهروندان افغانستان را بررسی میکند. این نهاد روز پنجشنبه 11 جدی با نشر ادلایه گفته است که پس از تماس با مقام های ایرانی آنها وعده سپردند که قضیه را بررسی و نتیجه اش را با سفارت افغانستان در میان میگذارند. نشر ویدیویی که در آن پلیس ایران به صورت یک مهاجر زن افغانستانی سیلی میزند بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است. بر روایت کاربران شبکه های اجتماعی، پسر این زن از سوی پلیس بازداشت و قرار بود به افغانستان رد مرز شود. اما او برای نجات فرزندش به اردوگاه عسکر آباد تهران رفته بود. سفارت افغانستان در تهران افزوده است پس از شکایت برخی نمایندگان مهاجران افغانستان در ایران و نشر یک ویدیوی کوتاه در شبکه های اجتماعی که نشانگر برخورد نادرست و توهین آمیز پلیس ایران با یک مهاجر افغانستانی بود، این قضیه را با مقام های ایرانی در میان گذاشته است. پیش از این نیز برخورد های توهین آمیز و لط و کوب مهاجران افغانستان از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض نهادهای حامی حقوق بشر را به دنبال داشته است. اما با عاملان مورد از این دست کمتر از سوی حکومت ایران برخورد شده است. دکتران ربوده شده در پروان از چنگ آدم ربایان نجات داده شدند. مسئولان امنیتی در ولایت پروان از رهایی دو دکتر کلینیک ایمرجنسی ولسوالی بگرام ولایت پروان از چنگ آدم ربایان خبر دادند. این دو دکتر یکشنبه شب هفته جاری از سوی افراد ناشناس ربوده شده بودند. سلیم نوری مسئول مطبوعات فرماندهی پلیس پروان در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این دکتران پس از چاشت روز پنجشنبه 11 جدی در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در پروان و کاپیسا از چنگ ربایندگان نجات داده شدند. به گفته نوری این دکتران از منطقه شوخی ولایت کاپیسا از نزد آدم ربایان رها شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که این دو دکتر با همکاری خانواده‌شان از چنگ آدم ربایان آزاد شدند. طبق معلومات آریان ربایندگان در بدل رهایی این دکتران $100,000 مطالبه کرده بودند. یک شنبه شب گذشته افراد مسلح ناشناس وارد کلینیک ایمرجنسی سرسیاد ولسوالی بگرام شدند و به بهانه معاینه بیمار دو دکتر از کلینیک بیرون کشیده و ربوده بودند.
با این حال گفته شده است که آدم ربایان موفق شدند که فرار کنند. مذاکره در خانه دوم طالبان، نقص استقلال نفع اقتدار، علی موسوی خبرگزاری افاق. کشور عربی قطر در سالهای اخیر پیش از آنچه که از کشورهای با جمعیت 2.6 میلیون نفر که تنها 3.13 نفرشون قطری هستند و یک سیستم سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرا انتظار می رود، در تحولات و معادلات بزرگ منطقه و جهان نقش آفرینی کرده است. نقشی که خشم و نفرت و حسادت عربستان سعودی دیگر مدعی قدرت و رهبری عرب را برانگیخته است. میزبانی از تنها دفتر سیاسی طالبان در جهان فقط یکی از نقشه های بلند پروازی حاکم بر دولت است که منجر به برگزاری 11 دور مذاکرات طولانی و راهبردی آمریکا با طالبان طی 18 ماه و بدنبال آن نخستین گفتگوهای رسمی با مستقیم دولت افغانستان و طالبان شده است. دولت افغانستان هم مثل سران ریاض نقش کنونی قطر در روند صلح افغانستان را بر نمیتابد و آن را زمینه ساز دخالت خارجی در روند صلح، ناقص استقلال و تهدید برای اقتدار ملی میداند و خواستار انتقال محل مذاکرات از دوحه به نقطه‌ای در داخل کشور است، خواسته هایی که با وجود آن سرانجام ناکام ماند. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که اشرف غنی با برگزاری دور دوم مذاکرات با طالبان در دوحه قطر موافقت کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که بر اساس درخواست رئیس شورای مصالحه ملی، رئیس هیئت مذاکره کننده و مشورت گروه حامی بین‌المللی برای جلوگیری از تأخیر در دور دوم مذاکرات، رئیس جمهور توافق کرد که دور بعدی این مذاکرات در قطر برگزار شود و در عین حال افزوده که تاکید ما بر انجام دوره‌های بعدی مذاکرات در داخل افغانستان پابرجاست. بیشتر عبدالله هم گفته بود که قطر باز هم میزبان دور بعدی مذاکرات صلح خواهد بود که به گفته او دور دوم مذاکرات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد. آقای عبدالله گفته که کشورهای حمایت کننده و تسهیل کننده صلح که برای میزبانی دور بعدی مذاکرات اعلام آمادگی کرده بودند، به دلیل دشواری ها و محدودیت های ناشی از کووید 19 میزبانی دوحه اعلام حمایت کردند. از همان آغاز که طالبان پس از مشورت با پاکستان و دیگر حامیان خارجی خود با چند روز تأخیر مخالفتشان را با انتقال مرکز مذاکرات از قطر به داخل افغانستان ابراز کردند، نگرانی ها درباره خطر تأخیر در روند مذاکرات بار دیگر تشدید شد. یکی از کسانی که طبق معمول به جرگه افراد نگران پیوست، عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی بود که کسی که با اشرف غنی درباره بسیاری از مسائل کلی و اصولی زاویه دارد و در حوزه سیاسی خارجی و صلح سعی و فراوان به خرج می‌دهد تا روی خطوط ترسیم شده سوی امریکا و خلیلزاد حرکت کند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.